چرا جف بزوس به صدر لیست ثروتمندان برگشت؟ ثروتمندترین های فوربس برای سالیان ساله که در دست آمریکایی ها بوده. اما در حال حاضر رقابت تنگاتنگی بین برنارد آرنو و جف بزوس صاحب آمازون برای تصاحب جایگاه ثروتمندترین فرد دنیا برقراره. و از طرف دیگه ایلان ماسک هم از دیگر رقبا برای رسیدن به این جایگاهه. توی این ویدیو با ما همراه باشید تا ببینیم چطوری جف بزوس تونسته دوباره به صدر جدول برگرده. صفحه 333 سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. اینجا قراره کلی ویدیوهای جذاب و لاکچری ببینید و درباره موضوعات جدید کلی چیز تازه یاد بگیرید. لطفاً اگر ویدیوهای ما براتون جذابه اونا رو لایک کنید و کانال ما رو با سابسکرایب کردن و لمس دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشن. جف بزوس برای اولین بار در سال 2008 به فهرست 110 فرد ثروتمند جهان مجله فوربس راه پیدا کرد و در اون زمان ثروت اون به 82 میلیارد دلار رسیده بود. در سال 2015 با افزایش ثروتش به 58.4 میلیارد دلار، بزوس به 50 نفر اول این فهرست راه پیدا کرد. سرانجام جف بزوس در سال 2017 تونست از بیل گیتس پیشی بگیره و به رتبه ثروتمندترین فرد در دنیا دست پیدا کنه و تا حالا هم تونسته این مقام رو حفظ کنه. ثروت اون در آوریل سال 2020 نزدیک به 117.2 میلیارد دلار تخمین زده شده. برنارد آرنو فرانسوی 72 ساله که بنیانگذار، رئیس و مدیر اجرایی LVMH هست، که در حقیقت یک گروه تجاری کالاهای لوکس که مد، جواهرات، لوازم آرایشی و شراب رو پوشش میده، در تاریخ 25 می 2021 با رشد سهام لوی ویتون با کنار زدن جف بزوس تونست عنوان ثروتمندترین فرد جهان رو تصاحب کنه. اما بعد از دو هفته سهام آمازون بیش از 2% بالاتر بسته شد و دارایی خالص بزوس رو 3.5 میلیارد دلار افزایش داد و جف بزوس از آمازون تونست مقام اول رو به دست بیاره، در حالی که سهام شرکت بزرگ لوکس آرنو نزدیک به 1% کاهش یافت و 1.4 میلیارد دلار از ثروتش کم شد. بر اساس برآورد فوربس، دارایی خالص بزوس در حال حاضر 193.5 میلیارد دلاره، در حالی که آرنو 192.9 میلیارد دلار دارایی داره. در 24 و 25 ماه می، آرنو قبل از باز شدن بازارها در نیویورک و افزایش سهام آمازون به مدت کوتاهی از بزوس عبور کرد و بالاتر از بنیانگذار آمازون ایستاد. در اوایل سال جاری بزوس در یک مبارزه دو هفته‌ای برای کسب مقام اول با یک رقیب دیگه به اسم ایلان ماسک، رئیس تسلا و اسپیس ایکس درگیر بود. توی این بخش می‌خوایم بریم سراغ دارایی‌های جف بزوس. بیشتر دارایی خالص بزوس به سهام آمازونش مربوط میشه. اون حدود 10% از غول تجارت الکترونیک رو در اختیار داره. به علاوه 19 میلیارد دلار پول نقد و سرمایه گذاری، 500 میلیون دلار املاک، به علاوه شرکت هوافضای بلو اوریجین و واشنگتن پست. همچنین بزوس در اولین پرواز فضایی بلو اوریجین در 20 جولای به همراه برادر کوچکترش مارک و صندلی سوم که برای برنده حراج آنلاین در نظر گرفته بود، شرکت کرد. در حالی که بزوس در حال حاضر برای رتبه اول با آرنو در رقابته، قبلا در رقابت فشرده‌ای با ایلان ماسک مدیر عامل تسلا قرار داشت که در حال حاضر سومین فرد ثروتمند جهان با دارایی خالص 151 میلیارد دلاره. در اوایل ژانویه ماسک در 3 مرتبه جداگانه در 8، 12 و 14 ژانویه از بزوس پیشی گرفت و ثروتمندترین شد. اما بنیانگذار آمازون در 15 ژانویه دوباره راه خودش به صدر جدول رو باز کرد. و در نهایت می‌خوایم ببینیم چه کسانی در صدر لیست ثروتمندان جهان هستند. هر سه مرد در طول همه‌گیری کرونا شاهد افزایش چشمگیر دارایی‌هاشون بودند و در مجموع بیش از 300 میلیارد دلار به دست آوردند. از زمانی که فوربس دارایی خالص فهرست میلیاردرهای جهان در ماه مارس 2020 که در بدترین شرایط سقوط بازار بود را محاسبه کرده، بزوس بیش از 80 میلیارد دلار ثروتمندتر شده. ماسک تقریبا 128 میلیارد دلار و آرنو 116 میلیارد دلار افزایش ثروت داشتند. ثروت خالص بزوس دو مرتبه به رقم سرسام‌آور 200 میلیارد دلار رسیده. اولین بار در آگوست 2020 و دوباره اواخر آوریل 2021.
ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. به نظر شما چه چیزی باعث این جابجایی ها به صدر جدول میشه؟ تا چند اندازه همه‌گیری کرونا در افزایش سهام آمازون نقش داشته؟ خوشحال میشم نظرتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایکش کنید و ویدیوهای دیگه‌مون رو با عنوان پولدارترین زوج هالیوودی حتماً تماشا کنید. لطفاً به کانال یوتیوبمون سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار.